یکی از نویسنده های ابراهیم نووی همیشه گفته بود که ایرانی های داخل ایران دارن، ایرانی های خارج آزادی دارن و اینا هر کدوم چیزی رو میخوان که اون یکی داره. ولی قبل از انتخابات فکر میکنم وقتی هنوز تو ایران بودید، من مقاله از شما خوندم که تو اون از جناح اصلاح طلب به خاطر ناتوانیش در پیام رسانی به همه طبقات مردم انتقاد کرده بودید. شبی بود که از همایش حامیان موسوی برمیگشتید به روستای خودتون و تو اونجا مردم رو تو صف سیب زمینی مجانی نگاه میکردید و خوشحال بودن از اضافه شدن حقوقای بازنشستگی که البته بعدم پس گرفتن و بی‌اعتنا بودن به پیام‌های اصلاح طلبان. همینطوره. به هر حال تو فصل انتخابات حقوق بازنشسته‌ها دو برابر شد. حقوق معلم‌ها اضافه شد. سیب زمینی‌های مجانی پخش می‌شد و در روستاها ما توی روستاهای خودمون هم همینطوری بوده. و مهمتر از همه این که احمدی نژاد از روزی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود، حالا بر اساس همون تقلب و تخلفی که بوده، شب سوار یک اتوبوس انتخاباتی شد و شهر به شهر به مبارزه انتخاباتی خودش داشت ادامه میداد، در حالی که رئیس جمهور شده بود ولی خودش باور نمی‌کرد که رئیس جمهور هست. شما این نوشتید یادم. بله و خودش رو در لوای کاندیداتوری میدید هنوز که من نوشتم آقای احمدی نژاد همه باور کردن که شما رئیس جمهور شدید، منتها این خود شما این که هنوز باور ندارید. به هر حال من با چشمان خودم حتی می‌دیدم که تو همین سفرها احمدی نژاد اومده بود توی شهر خودمون بابل و از من به عنوان خبرنگاری که به خاطر افشای فیش حقوقی نمایندگان اخراج شده بودم از مجلس چه دفاعی جانانه‌ای کرد. بنابراین این رفتارهای پوپولیستی به گمان من تا اندازه‌ای جواب داره میده، جواب داده یعنی تا حدودی، خصوصا که اصلاح طلبایی که نه نماز جمعه رو دارن نه تلویزیون رو دارن، یعنی تریبون های نماز جمعه رو ندارن، تلویزیون ندارن، به جای اینکه مثل احمدی نژاد از 4 سال پیش برن شهر به شهر با مردم حرف بزنن، متاسفانه میشه گفت توی سایت های اینترنتی نشستن و درباره مثلا تئوری آبرمارس مطلب نوشتن، درباره کارهای زیربنایی چشم انداز 20 ساله حرف زدن، در حالی که در قاموس مردم گرسنه شهر فکر میکنم نون به روزه که معنی میده نه 20 سال دیگه. حتی مهم نیست برای اونها که سازمان برنامه بودجه منحل شده از اساس توی ایران، برای اینکه احمدی نژاد از تریبون نماز جمعه رو داره، تلویزیون رو داره و هی میتونه بره و شکست تمام برنامه‌های اقتصادی خودش رو به راحتی، حتی پس گرفتن حقوق بازنشستگان رو بعد از انتخابات به راحتی بندازه گردن کسای دیگه مثل چه میدونم هاشمی و بچه‌هاشو، و چون میدونه که مردم تا یه حدودی حساس هستن برای همین سعی میکنه همه قصور خودش رو، همه اون کارهای پوپولیستی که کرده و جواب نداده و الان توی روستای خودمون، پدر من کشاورز بوده دیگه نمیتونه برنج بکاره به خاطر اینکه برنج از چین میاد، مرغ فروش بوده پدر من ولی به خاطر آنفولانزای مرغی اومدن مرغا رو جلوی چش خودش کشتن کردن تو گونی، بهش یک دونه تومن خسارت هم ندادن، دیگه نمیتونه این شغل داشته باشه، ولی منتها چون هنوز یک آرمان انقلابی داره و تریبون هایی که داره از توش خبر میگیره نماز جمعه هست یا صدا و سیمای آقای زرقامی هست، همه اطلاعات رو از اونجا میگیره و باورش میشه که اینجوری که آقای احمدی نژاد میگه درسته، آقای هاشمی نمیذاره کار کنه، آقای خاتمی نمیذاره کار کنه، نمیدونم آقای کروبی یا آقای موسوی نمیذارن که ایشون کار بکنه. درسته و نکته جالبی رو گفتید به خصوص در مورد خانوادتون. من خانم نژاد من از اینجا انتخابات رو دنبال میکردم از آمریکا و جالب بود این تبلیغ ها و پوستر ها و فیلم ها و شعارهای اصلاح طلبان، واقعا به خاطر این گرافیک متعالیش، این زبون فاخری که به کار میبردن، تصویر برداری پیشتاز اون هنرمندایی که این آگهی ها رو درست کرده بودن، یعنی اگه میخواستی واقعا مخاطبان رو از روی استایل و سبک و سیاق این مبارزه های تبلیغاتی و انتخاباتی قضاوت کنی، باید گفتی که بالا شهر تهران که نه هیچ، اینا برای بالا شهر نیویورک هم حتی خیلی سطحشون بالاتر بود، حتی در نیویورک هم اون زبون فاخر و اون پوسترهای مینیمال و هنرمندانه واقعا مخاطبای نخبه و محدودی داره. فکر نمی‌کنید که این مبارزه انتخاباتی که اصلاح طلبا کردن واقعا خیلی نخبه‌گرا بود؟ شاید یک دلیلش که پیام نمی‌رسوند این بود. شاید همینطوره، به نظر من هم نخبه‌گرا بوده، شاید برای همینه که الان هم شما می‌بینید توی ایران دارن نخبه‌کشی می‌کنن، ولی وقاحت اینها توی تقلب، تعرض و تجاوز به قدری زیاد بوده که حتی مردم معمولی هم این روزها شما میبینین هواداران خودشون حتی الان دارن به خاطر دفاع از همون نخبه های به قول اینها برج آج نشین ریختن تو خیابون. همین مردم معمولی هستن که دارن از نخبه هاشون دفاع میکنن، دارن کشته میدن. ندا، سهراب و بقیه جوانایی که تو زندان، تو کهریزد یا تو خیابون کشته شدن شهروندای معمولی هستن، به نظرم اینها خیلی آدمای سیاسی نیستن، شهروندان معمولی بودن که برای ساده ترین حقوقشون اومده بودن تو خیابون. ولی این زمان میبره، یعنی شما
باید یه خورده به نظر من صبورتر باشیم که این تبدیل به یک پیام عمومی بشه و مردم شهرستان ها و روستاها هم از قاب تلویزیون بیان بیرون و بدونن که واقعیت های دیگری هم هست که باید بشنون. باور کنن کسانی که تو خیابون های تهران دارن اعتراض میکنن از جنس خودشون هستن. زمان میبره که از شستشوی مغزی نجات پیدا بکنند. خب درسته این نکته که شما گفتید. خب بخشی واقعا ایران جامعه مختلفیست، متناقضی داره. بخشی از جامعه ایران خیلی پیشرفته است، خب به رسانه‌های بین‌المللی دسترسی داره، حالا یا از طریق ماهواره و تلویزیون یا ماهواره به اضافه اینترنت. خب واسه این دسته تبلیغات اون رسانه و قاب زرقامی و جمهوری اسلامی تنها منبع اطلاعات نیست، اما درصد این جمع آگاه و به اصطلاح وایرد یا مربوط و سیم کشیده شده در مقایسه با گروه آن وایرد که سیم کشیده نشده یا لوله کشی نشده در جنوب تهران مثلا یا تو خیلی از شهرستان‌ها و روستاها چقدر هست؟ واقعا چقدر از مردم به این گروه وایرد یا سیم کشی شده تعلق دارن، چقدر به اون گروهی که فقط به مطبوعات رژیم وابسته هستن؟ متاسفانه ما این مشکل رو داریم. یعنی من حتی بارها خودم هم سعی کردم که همون بضاعت اندکی که تو روزنامه اعتماد ملی داشتم توی همون ستون این رو مطرح بکنم که ما باید برای مخاطبایی که توی روستاها هستن و دسترسی به منابع اینترنتی ندارن هم خبررسانی بکنیم، چون اونا واقعا همه اطلاعاتی که میگیرن از تلویزیون هست. خیلی هاشون تو نماز جمعه میرن و اخبار و اطلاعاتی که از نماز جمعه بهشون داده میشه بر اساس بخشنامه است که مثلا بیان الان اعلام بکنن که یک سری از فعالین سیاسی از امریکا و انگلیس خط گرفتن که بیان آشوب برپا بکنن. پدر من، روستایی های دیگه، شهرستانی های دیگه که البته آدم های روشنی هم هستن که همه این اطلاعات رو باور نمیکنن، به اینترنت دسترسی ندارن. وقتی که تلویزیون میاد اعلام میکنه که ندا رو خود طرفداران موسوی کشتن، پدر من باور میکنه، روستایی ها باور میکنن، چون اون روستایی دسترسی نداره به اینترنت که بیاد ببینه صحنه کشته شدن اون رو. همینطوره. یا مثلا همین ماجرای ترانه موسوی، شما تو تلویزیون دارن میبینن خیلی از خانواده‌ها که یک خانواده میان میگن بله این دختر ما زنده است. شما توقع داری اون کسایی که تو شهرستان نشستن چجوری باور بکنن که مثلا این ترانه دیگه‌ای بوده که بهش حالا تجاوز شده، یا اصلا حرفای آقای کروبی رو این کسایی که از خود نظام دارن اعتراض میکنن شما تو هیچ جای تلویزیون یا تو نماز جمعه نمیشنوین. بنابراین این یک انتقادی بوده که من بارها مطرح کردم. وقتی تو انتخابات، وقتی که توی شهرستان بودم، می اومدم و توی فیسبوک می نوشتم، می گفتم که درسته ما توی فضای اینترنتی همه طرفدار موسوی هستیم، همه طرفدار آقای کروبی هستیم، اما دریابین که توی روستاها ما اصلا تریبونی نداریم. خیلی ها اصلا نمی دونن آقای موسوی و آقای کروبی کاندیدا شدن. متاسفانه این یه بخشی هست که انتقاد به خود اصلاح طلبا هم وارد هست که چون تریبون ندارن باید راهکارهای دیگه ای داشته باشن و من این رو بارها مطرح کردم. امیدوارم که دوستان دیگه هم توی مقالاتشون این دغدغه رو مطرح بکنن. حالا نمیدونم.